خانم آقای دوردار شما به برنامه دیگر از تلویزیون رنگارنگ خوش آمدید. ویژه نامه امروز رو اختصاص دادیم به خبری که به هر حال بسیار مهمه، اونم استرداد دیپلمات تروریست جمهوری ملایان اسدالله اسدی است که هنوز برگ محکومیتش یا تمر محکومیتش خشک نشده، زمزمه استردادش به حکومت ننگین ملایان شنیده شده. شاید اگر بخوام به این ویژه نامه به این شکل نگاه کنم که بگم که پازل سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، خب به نظر مرده چند تکه گم شده داره و تا تکمیل شدن این پازل به هر حال ما به عنوان یک رسانه خب وظیفه‌مونه که از دید خودمون و از نگاه یک ژورنالیست سیاسی باید گفت دیگه مسائل رو ارزیابی کنیم. اول اینکه زمانی که این تروریست رو دستگیرش کردن، ما در همین تلویزیون رنگارنگ اینکه حالا که این اتفاق افتاده باید اقداماتی انجام بشه به وسیله همه ایرانیانی که اگر یک سرسوزن ادعا دارن که دلشون میخواد این حکومت سرنگون بشه و اون که بازخواست کنیم دولت‌های آلمان، بلژیک و فرانسه رو که چطور به یه حکومتی اجازه میدن تمام حریم‌های مرزی و امنیتی اونا رو با یه بمب خطرناک بگذرونه و بعد که دستگیرش میکنن هیچ اقدامی علیه اون دولت انجام ندن. این حرفایی که من همون موقع نمیدونم یک سال پیش بود، دو سال پیش بود، چون اسدی رو قبل از نوری گرفتن اون زمان گفته شد. حالا اینکه ما داریم اینو دوباره تکرار میکنیم، بحث اینه که من اون زمان اعتقاد داشتم، مثل سالهای سال دیگه‌ای که روی سری چیزا اعتقاد دارم که هنوزم دارم، که خب مگه میشه سه دولت مورد تعرض واقع بشن؟ الان یارو گردشگر میره ایران پول خرج میکنه به خاطر که میخواد به تخت جمشید رو ببینه. همینجور که مردم میرن مصر برای فراعنه، جمهوری اسلامی وقتی سر بزنگاه میشه برای همین چیز مواقع، یارو گردشگر رو بگیر میکنه تو زندان، بعد میاد با این کشورها داد و ستد میکنه، بده بستون میکنه. آره، فضای اقتصادی اروپا و آمریکا زیر فشار جنگ اوکراینه، نفت و گاز مسئله مهمیه و اینا الان زیر فشارن و کشوری که تحریم کردن نفت و گازش مثلا تو انباراشون مونده، کشور ایران، کلتون اونو میرن وسط دریا همه رو میفروشن و پولاشو میرن تو لندن و جای دیگه پولشویی میکنن. حالا از بحث بیرون نریم، این است که این فضا رو و خیلی فضای مشابه این رو، این جزء همون پازل است که باید نسبت بهش اقدام بشه. الان این اتفاقی که افتاده، خب البته همیشه ما دو تا مسئله اینجا باید روشن کنیم. من روی سخنم حالا اینجا دیگه با اوناست که در واقع تو فضای مجازی اینه چمن سبز براشون، سیزه به در میرفتی کله ملق میزنن، حال میکنن، بازی میکنن، کباب میخورن یا عرق شرق میخورن، بعد میان مثلا چه میدونم یک آوازم میخونن. دور این فضای مجازی شده واسه یه ده همین راست نشخوارای سیاسی میکنن.
بارها اینجاست که اونایی که ادعا میکنن، اینهایی که میگن ما نمیدونم طرفدار این سیستم حکومتی هستیم، ما طرفدار این شخصیم، ما طرفدار این فردیم، ما اینیم، ما اونیم، از خونهشون میان بیرون تا سر کوچهشون برن. ولی یه گروهی هنوز، حالا یه چیزم واسه این درست کنیم، پول مفت دارن و نمیدونم پول از فلان جا میگیرن و بلند میشن دارن میرن بلژیک، حالا هر چند صد نفر میرن و دولت بلژیک میبینه که دی جدی اومدن پای قضیه، ولی این بقیه که میشنن فقط میگم نشخوار سیاسی میکنم، ببندین دهنتون دیگه. وقتی اون وقت من عنوان میکنم که میگم آقا تنها آلترناتیو، ای کاش پنج تا بود، رو همین حرکت ها رفتار دیگه. ولی انتقادم میکنم، انتقاد که ما، انتقاد شامل حال خودمون هم هست، یعنی میگم ما، وقتی میگم ما یعنی مجموعه همه کسانی که خواهان سرنگونی کلیت این نظام ضد ایرانی انسانی هستیم. خب یه جاهایی راه حلای قانونی داره. به عنوان مثال هر کسی که پناهنده میشه تو هر کشوری تا اون دورانی میگذرونه که بعد پاسپورت اون کشور بگیره، تو اون دوران پاسپورتی که بهش میدن تنها چیزی که توش خیلی مشخصا بولد شده اینه که اونجا نوشته شده آقا یا خانم پناهنده، شما تنها کشوری که نمیتوانید برید کشور خودتونه. حالا شما پناهنده میخوای سنگالی باش، ایرانی باش، یا چه میدونم هر کشور دیگه، اصلا اون تو قید شده. هممون این دوران گذروندیم میدونیم دیگه. خب بعد وقتی راه میفته این سیل چند میلیونی برمیگرده به کشورش، اینجا بود که باز یکی از اون تیکای پازله جلوش وا نسادیم، جلوش نگفتیم آقا این پناهنده که با من اومده خودش رو با من شریک کرده، دستش رو با من کرده تو یک کاسه، الان دستش خونیه چون دستش رو رفته زده به مهر و امضای سفارت جمهوری اسلامی، این برای امنیت من تو این کشور خطرناکه، وگه مگه میشه یه پناهنده برگرده به کشورش؟ گفتیم آقا ولش کنیم. همین ولش کنیم و اون زمان رسید به این زمان. از روزی که پشت این دوربین نشستم 3 خورده گفتم و هنوزم میگم و بارها روش تاکیدم، آقا اسم هر کسو میارم، میتونه حق طبیعیشه از نظر قانونی بره از من شکایت کنه، اگر بهش اتهام میزنم، اگر دروغ میگم، اگر دارم از یک امکاناتی که دارم سوء استفاده میکنم، اینجا قانون انقدر تیزه رو این قضیه، پدر صاحب بچه رو در میاره. بارها و بارها گفتم کسانی که مورد اتهام اینا واقع میشن چرا دوتاشون رو نمیبرن دادگاه که بقیه حساب بیاد دستشون؟ این باز یکی از اون تیکای گم شده است. چون توی فضایی که ما زندگی میکنیم برای این کشورها، کشور اروپا و آمریکایی، مهمترین مسئله تا بالاتر از بحث اقتصاد امنیتشونه. و ما به قول اینا مومشکی ها همینجوری آدم های خطرناکی به نظر میرسیم از نظر اینا. ولی وقتی خودمون اخته سیاسی میکنیم نسبت به مسائل دور و بر با اعتنایی رفتار میکنیم، الان مسئله اسدی یه آزمایش بزرگ ملیه، به قول گفتن ببینیم چقدر پای این کار میان. این دیگه یه مسئله به تا
تشکیلات و فلان ربطی نداره. مهم اینه که یک دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی محکوم شده و همه کسانی که قلبشون برای ایران میتپه باید پایین قضیه بدن که این به ایران بر نگرده و این باب نشه. چون اگر این اتفاق بیفته، بذار راحت باستون فردا رو من بگم، حالا امروز رو کن، فردا چه خواهد شد؟ شرط امروز جمهوری اسلامی اینه که توی این 10 سال گذشته از 2010 تا امروز 12 سال بیش از حد اقل میتونم بگم رقم 30,000 نفری تو کشورهای مختلف جهان از جمله اکثریتش تو انگلستان نیروهای سپاه قدس و بسیجیاش و آدمهایی رو که تربیت کرده برای این روزهای مبادا فرستاده، جاسازی کرده به عنوان صراف، به عنوان رستوراندار، به عنوان فلان، چون پناهندگی رو همه ما این دوران گذروندیم. ما ها کسایی بودیم که اگه میخواستیم بریم دو تا سیب زمینی بخریم، سه دفعه جیبمون رو پول خوردهمون رو میشمردیم ببینیم کم و کس نیر برای خریدن دو تا سیب زمینی. 4 سال اولش تلو تلو میخوردیم کجاییم؟ یارو از فرودگاه میرسه تمام مدارک شسته و رفته و آکپن دستشه، تحویل ارگانهای به اصطلاح مهاجرتی کشورهای مختلف از جمله اینجا میده، همونجا اولین نفرهایی هستن که پناهندگی میگیرن به طور مستقیم. بعد میاد تو مثلا فرزند اینه که باید بیاد طبق معمول، یعنی پایتخت ایرانی اروپا شده همین منطقه شمال لندن، هنوز خمیازه اول صبح پناهندگیشون نگذرونده، میره میگرده دنبال مغازه جایی میگرده که یه چیزی بیزینسی را بندازه. برای من فکر کنم ما به جای این تیکای پازل انتقاد و توقع و انتظار باید در واقع یه جایگزین دیگه بذاریم، باید بذاریم به اصطلاح راه‌های قانونی در مقابله با حرکات رژیم در خارج از کشور، مزدورانش در خارج از کشور. من نمیگم یکی نیروی فقط چه میدونم تمام انرژی و وقت و پولشون رو بذارن دنبال این قضایا و اصل قضیه است که مثلا اینم بخشی اصلا پازل است. من دارم میگم و بازم دارم میگم به عنوان نمونه، الان اگر مقابله این داست مسئله اسدی جدی برخورد بشه قدر مسلم شامل حمید نوری بعدش نمیشه. از اصلا اینو باز حمید نوری و اسدی به نظر اصلا مهم نیست، مهم اینه که دست جمهوری اسلامی باز میکنه خارج از کشور، همونجوری که گفتم آدماشو چیده، هر مخالفی رو به راحتی از بین ببره. الان نمونش سهیل عرویفر برادر سهراب که در اون حوادث سال 88 در اون خیلی هزاران زخمی و کشته که کشته شد، هفته پیش در آلمان جسدش پیدا کردن و علنا رژیم مادرش رو تهدید کرده که ببین دست بردار وگرنه عزیزای دیگه‌ت هم دست میده دیگه. برای دادخواهی مادرم و شرایطی که مادرم می‌خواستش پرونده سراغ پیش ببره بودن من توی ایران مانع این قضیه میشد. الو سلام ماما. بعد از اینکه ما مدت 5 روز که توی خونه عمل نبودم خبر رسیدش از یکی از دوستان از طریق ایمیل به من خبر داد که یه سری از دوستای من روز چهارشنبه سوری گرفتن. مادرم گفتش که بهترین حالت اینه که برنگردی، چون اگر برگردی هم ممکنه که دستگیرت کنن و هم مانع دادخواهی من بشی. تهدیدهای غیر مستقیم خیلی زیاد بود توی خانواده ما از طریق سازمان اطلاعات، از طریق
وابستگان به اون سازمان، یه تهدید غیر مستقیمشون این بود که برگشتن به مادر من گفتن که یه دونه از بچه هاتون از دست دادید به این شکل، ممکنه شاید دیگران هم این شکل از دست بدید. این اتفاقی که واسه سهراب افتاد فقط این نبود که من سهراب رو از دست دادم، من زندگی ما به خاطر کشته شدن سهراب از دست دادم. من با سهیلی که بعد از اتفاقی که برای سهراب، قبل از اتفاقی که برای سهراب افتاد خیلی فرق کردم. اون شور و هیجانی که همیشه داشتم و ندارم. چرا باید آلمان باشم؟ چرا باید خونه و زندگی خودم رو ترک کنم بیام اینجا و توی یه کشور غریب مجبور باشم زندگی بکنم با شرایط خاص خودم؟ خب الان این دلیل مرگ اعرابی فر رو دولت آلمان هم مثل بلژیک نمیخواد روابطش با جمهوری اسلامی به هم خوره، بگه آقا کشتنش. من دارم پیش بینی چیز میکنم و روزنامه نگاری میکنم و اگر کسی اگر به هر دلیلی مرده باشه بلافاصله تشخیص میدن آقا دلیل مرگش اینه. این سکوت معنیدار دولت آلمان برای چیه؟ و باز این همون زنگ خطر است. سراغ بقیه کسانی که مخالف این نظام به طور جدی هستن میرن و یه زنگ خطر جدی برای همه. حالا اگه بخوام برگردیم روی مسئله اسدی، من اول این بحث رو پیشو بودم که بیام آقا به خودمونم باید نگاه کنیم دیگه. من خودمون که میام به یه پیکره واحد میگم که علیه این نظام فریاد میزنن، خواهان سرنگونی کلیت این نظام هستن، همونجور که مردم ایران این خواستشونه. خواسته ما که دور از خواسته ملت ایران نیست که. حالا مسئله اسدی، برگردیم به فضایی که باز فضای مسمومیه، باز همون اینم یکی از اون تکه‌های گم شده این پازله، بحث رسانه است. وقتی فضای رسانه های خارج از کشور به طور قطع و قطع یقین، نمیخوام بگم 100%، چون 100% میتونم به جرئت بگم 98%ش به وسیله جمهوری اسلامی صفبندی شدن، خب تو این فضای مسموم و نابرابر کجا باید صدای به حق معترضین ملت ایران شنیده بشه؟ حتی میبینیم که شاید اثر من نمیدونم، برای اینکه حرف شنیده شه دیدن یکی از چهرهای برجسته مقاومت در رسانه مثل ایران اینترنشنال که سوابقش گمانم روشنه، ایران اینترنشنال چه خوشرخصی بهتر از اون میتونست برای جمهوری اسلامی بکنه و تو این سالا نکرده، که برداشت عمدن یه تیکایی از گردمایی پاریس رو نشون داد. همون زمان چند نفر خوشحال شدن زنگ زدن گفتن آقا صبر کنید بذار شب بشه. چرا؟ چون می‌خواست اونو مقدمه ای کنه. این کار روزنامه‌نگار منم حرفه رو خوندم آقا، منم بلدم. یعنی من فکر کنم هر کسی هم یه ذره تجربه داشته باشه میتونه اینا رو بفهمه دیگه، بازی این تریکای سیاسی رو، که اونو زمینه ای کنه برای فضا رو باز کنه که آقا ما یه رسانه ببین اونشو نشون میدیم، خب مخالفش هم نشون بدیم. یک دفعه یک صفحه طویل هر شب اومدن نشستن تو اینترنشنال به مجاهدین فوش دادن. یه یارو از این به نظر من قیافش و عملکردش عین تیرخلصنای اوین بود که اونجا نشد بله ما سری ندیدیم مریم هشتگ درست کردن فلان درست کردن و بقیه رسانه هم اومدن پشتش. کیوان عباسی که فکر کنم تو عمرش جلوی هیچ دوربینی حاضر نشده یه دفعه اونم اومد که آه ایران اینترنشنال چرا اینا رو نشون میدی؟ تو که میگی من مدیر یه تلویزیونی هستم، یعنی یه داری یه رسانه حرفه‌ای هستم، تو چه دور آدم حرفه‌ای هستی که نه تنها کار حرفه‌ای نمی کنی، تمام خواسته های شخصیت رو با خط مشخص جمهوری اسلامی هماهنگ میکنی؟ تو نمی من یه رسانه ای رو انداختیم که ملی و حرفه‌ای و حرفه‌ای، خوب اتفاقاتی به این مهمی میفته، اصلا وظیفتونه برین اونجا گزارش دهی کنین، نه تنها نمیری داری به اون یکی میگی آقا چرا کردی چرا اینو میگی، برای اینکه خودتون و بقیه بیان شروع کنین فحش دادن. اصلا سناریو از اولین بود. این رسانه ها
بازی میکنن تو این صحنه. طول سال رو ببینید چه خبره دیگه، چه اونایی که از داخل خود رژیم آماده. و برای که این قسمت رو من تموم کنم به قسمت دوم بریم، ببینید دوستان عزیزان، ما هدف اینجا اینه که بعضی ما به خودمونم نگاه کنیم، یه موقع شرایط خودمون رو هم ارزیابی کنیم. و من فرقم شاید با دیگران اینه که یه روزنامه نگارم، همینجور که برای خیلی چیزا سینه سپر میکنم جلو وامیستم، یه جاهایی هم میگم آقا امروز جلوشو ببندیم که فردامون سخت نشه. یه سری از این سایت های گرون قیمت پر تعداد با برنامه‌ریزی شده بسیار حساب شده از طرف اتاق فکر رژیم، طوری که 99% آدم های عادی رو گول میزنن که اینا یه رسانه هایی که مخالف رژیم، با نوع بیانشون، با نوع چیدمانشون. یکی که مثلا سایت کوچه هست، یکی که هم ایران وایرره، بخوام بهش برن زنده تعدادش زیاده. شما نگاه کنید این سایت کوچه میخواد بیاد شروعش، میخواد وقتی میگم سر بیننده کلا بذاره، همین مسئله حمید نوری رو توی یه جنبندی ساده کریدیتشو میرزه تو جیب ایرج مصداقی و کاوه موسوی. حالا جالبه که هم کاوه موسوی میگه ایرج مصداقی دروغ میگه، اصلا این داستانی که ایرج مصداقی تعریف کنه همش چاخانه به این دلایل، اونم میگه این آقا اصلا وکیل نیست و این فلان است و چنان است. حالا یه دفعه این سایت کوچه میاد تو یک بازی حساب شده، این قسمت سایت کوچه رو ببینید تا برگردیم به بخش بعدی مسئله آقای اسدی برسیم. در تیر ماه 97 ماموران امنیتی آلمان اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی را به اتهام اقدام تروریستی در خاک اروپا دستگیر کردند. اسدالله اسدی نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالاً عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی است که به این اتهام در خاک اروپا محاکمه و به 20 سال زندان محکوم شد. اما او تنها کسی نیست که در سالهای اخیر در اروپا دستگیر و محاکمه شده. حمید نوری، کارمند سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم در آبان 98 در سوئد بازداشت شد و برگزاری دادگاهش 9 ماه طول کشید تا در 4 ماه می سال 2022 با اعلام تاریخ صدور حکم او دادگاه پایان بیابد. 34 شاکی و 26 شاهد در این دادگاه شهادت دادند و 2 چهره بیشتر از دیگر چهره های دخیل در این ماجرا در رسانه ها شناخته شدند. کاوه موسوی وکیل و ایرج مصداقی زندانی جان به در برده از اعدام های تابستان 67. ایرج مصداقی توانست با برنامه ریزی و بعد سفر با کشتی کروز و دیگر جاذبه های یک اقامت تفریحی در اروپا حمید نوری را به سوئد بکشاند و با کمک کاوه موسوی او را بازداشت کند. روزی که دادگاه حمید نوری به پایان رسید و تقریبا مسجل شد که او محکوم خواهد شد، دادخواهان با موهای سپید شده از انتظار دادخواهی در مقابل این دادگاه رقصیدند. حالا من تکمیل حرفایی که در قسمت اول زدم که میگم مثلا قانون، خب الان ما با قانون صحبت میکنیم. یه خانومی ایرانی که به هر حال مثل میلیون ها ایرانی اومده بیرون، همونجا که گفتم فرق پناهنده با پناهنده تو همین چیزاست، این خانوم ایرانی اومده طبیعت بلژیکی گرفته، تلاش کرده مثل شیرزنان نمونه کشورمون، به عنوان نماینده رفته پارلمان بلژیک و اولین زنگ خطر رو این خانم شجاع به صدا در آورده و هشدار داده که با آزاد کردن اسدی امنیت جانی من، همسرم و بچه هام در خطره. درست این جملاتشه. حالا این خانم کسی که قانون میدونه دیگه، اومده گفته که حالا خب بهتر مثلا ما حرف خوش گوش کنیم که اون مقدمه اولیه این یه نمونه شه دیگه، هر کنشی رو با یه واکنشی باید نشون داد دیگه. پس حرفای خانم
دریای صفایی رم با هم میبینیم و برمیم دنبال بحثمون ادامه میدیم. Mijn leven en dat van mijn man en kinderen is in gevaar. En daarom vraag ik jullie aandacht. De Belgische regering is bezig met het creëren van een wettelijk kader om Assadollah Assadi, de terrorist en tevens Iraans diplomaat, die recent door de Antwerpse rechtbank veroordeeld werd tot 20 jaar celstraf, terug naar Iran te sturen. Assadi plande via een terreurcel in Wilrijk bij Antwerpen een bomaanslag op een bijeenkomst van duizenden Iraanse dissidenten in Parijs. De regering wil het mogelijk maken om voortaan gevangenen tussen Iran en België uit te wisselen. این لایحه‌ای هستش که به صورت خیلی ناگهانی از طرف دولت برنامه ریزی شده. یعنی دیروز این برنامه رو ریختن روی برنامه سه‌شنبه کمیسیون خارجه. سه‌شنبه هفته دیگه بیاد در کمیسیون خارجه. و این که من تا این برنامه رو دیدم روی کمیسیون حزب رو در جریان قرار دادم و با حزب تصمیم گرفتیم که در این رابطه دیروز در صحن مجلس سوالی بکنیم و متوجه شدیم که دقیقا دولت مشغول آماده کردن فراهم کردن یک کادر قانونیه برای اینکه بتونه زندانی های چند تا کشور رو، پنج کشور روی این لایحه نوشته شده، با تابعین بلژیک عوض کنه. و این چند کشور، چهارمین کشورش ایران هستن، کشورهای دیگه مثل امارات، هند. خب البته که این زندانی که میخوان با ایران عوض کنن، ما میدونیم که جمهوری اسلامی یک دیپلمات تروریست در بلژیک داره که به محکومیت دادگاهی داره و به 20 سال زندان محکوم شده و برای جمهوری اسلامی بسیار با ارزش است، به نام آقای اسدالله اسدی. طبیعتا نامی از این انسان آدم برده نشده در این لایحه، ولی احتیاجی به بردن نامش نیست، چون که مشخصا گفته شده که هر زندانی باشه و اصلا استثناء قائل نشدن برای تروریست ها. اما مشکلی که در این مسئله هست اینه که این طرح که دولت داره میاره طرحیه که یک قرارداد بین دو کشوره، از جمله ایران و بلژیک. یعنی این قرارداد ما حتی نمیتونیم روش اصلاحیه بیاریم به عنوان عضو پارلمان. یعنی ما حتی نمیتونیم بگیم روش یک اصلاحیه بیاریم که تروریست، کسانی که به تروریسم محکوم شدن از این ماجرا مستثنا بشن. حتی ما نمیتونیم اصلاح کنیم این قانون، این طرحی که دولت داره باهاش میاد به مجلس. و یک خطر بزرگ دیگه ای که اینها نمیبینن و ما باید چشم اینا رو باز کنیم اینه که به سادگی جمهوری اسلامی تروریست های خودش رو روانه خارج از کشور خواهد کرد که مخالفین جمهوری اسلامی رو در خارج به قتل برسونن. اوکی، محکومیت دادگاهی به جای خودش، ولی بعدن استرداد میشن و در ایران با دست گل ازشون تو فرودگاه استقبال میشه. خیلی خیلی پروسه خطرناکیه و ما باید هر کاری که میتونیم بکنیم برای اینکه پولیتیسیان های احزاب دیگر رو ما در مجلس راضی بکنیم به اینکه به این رأی منفی بدن. ولی خطر بزرگی که داره اینه که ما باید سعی کنیم این قرارداد رو از توی این لایحه درآوریم، چون بقیه مسائلی که توی لایحه گذاشته شده چیزی که حتما رأی خواهد آورد و من تمام ترسم از اینه که در نهایت مجلس به این مسئله رأی بده، چون این زیر مجموعی از یه مجموعه بسیار بزرگیه که مجموعه بسیار بزرگ لزوما مشکلی نخواهد داشت اگر این مسئله تروریسم درش درج شده بود که استثنای قائل بشن برای زندانیانی که محکوم شدن از طرف دادگاه دولت‌های قانون، دولت‌های اروپایی دموکراتیک، اونها مشمول این لایحه و قرارداد نشد. خب همچون دیدین خانم دریا صفایی هم در توییترش هم به هر حال با رسانه‌های مختلف بلژیکی و سایر رسانه‌ها صحبت کرده و نظراتش سریع و روشن گفته و حتی گفته من در پارلمان بلژیک دارم تلاش میکنیم گروهی رو در واقع بتونیم، چون این اومده دولت بلژیک به عنوان یه مسئله میون دولتیش کرده، یعنی مثلا بین قرارداد بین دو کشور مثلا
که خیلی پارلمان نتونه درش دخالت کنه، چون بعضی اقدامات دولتی هست که دولت رو که میکنن باید برای تصویبش به مجلس ببرن و پارلمان تصویب کنه. گاهی اوقات خب قراردادهایی هست که در واقع از شکل لایحه تبدیل به قرارداد میشه، خب اونا رو دیگه نیازی نیست که حتما پارلمان تصویب کنه، ولی این خانم و همکارانش دارن تلاش میکنن که این مسئله رو بشکافن و بازش کنن که این نه نمیتونه یک قرارداد باشه، برای اینکه پرونده در واقع جناییه و این شخص به عنوان جنایتکار دستگیر شده. بازم درود به شرفشون. پس همین راه ها رو باید رفت دیگه. شاید بازم یکی از کارهایی که بشه از همه امروز شروع کرد به نظر من، همه ایرانی ها دیگه اینجا دیگه این به نمیدونم عقاید سیاسی و نمیدونم دلخواه حکومتی نداره، هر ایرانی که میگم سر سوزن علاقه ای به منافع مملکتش داشته باشه، به اخلاقش داشته باشه، به وجدانش داشته باشه، یه طرح مشترکی باید به وجود بیاد که شامل صدها هزار امضا توش باشه که هر حکومتی به هر شکلی بخواد علیه امنیت زندگی ما در خارج از کشور و علیه منافع مردم ایران اقدام کنه، این امضا کنندگان مقابل این طرح‌ها خواهند ایستاد، که در واقع هم یه هشدار جدیه. رژیم رو دارن دستش باز میکنن برای یه قتل عام دست جمعی تو همه جا. وقتی جنایتی به این بزرگی رو اگر اسدی موفق شد و طرحش رو تموم کنه، خانم آقایون، بزرگترین جنایت قرن اتفاق می افتاد. توی مکانی که 100,000 نفر آدم جمع شده این بمب منفجر می شد، حالا ابعاد بمب چقدر می تونست انسانها رو زخمی و کشته به جا بذاره، اصلا خود وحشت توی فضای بسته، خود آدم ها 1,000 نفر زیر دست پا از بین می رفتن. و همچین جنایت عظیمی رو به همین راحتی رو لاپوشونی کنن؟ پس یه چیزی باید مقابلش ببینن که آقا اگر هم بخواین نمیتونین. باز من یه مثال میزنم چون از این شاخه به اون شاخه میخوام، برای اینکه این به اثر به هر حال میخوام یه پازلی باشه، همین که میگم پازل اونجا یه چیزش کمه، این بحث امروز من هم یه سری پازلاش گم نشه توش. اگه هممون یادون باشه زمان به خصوص دولت فرانسه که رکورد مماشات و همکاریان رذیلانه رو با جمهوری اسلامی بیشتر از همه انجام داد، دست جمهوری اسلامی باز گذاشت، چقدر ترور کرد تو فرانسه، ببین آمارشو ببینید دیگه، و راحت مثل الان آدماشو معاوضه کرد، هر کاری دلشون خواست کردن و بزرگترین خواسته نظام جمهوری اسلامی هم داشت انجام میداد، یعنی ضربه زدن به مجاهدین و مقاومت ایران و همونطور که خانم رجایی رو دستگیر کردن و زمینه تحویلش به جمهوری اسلامی هم برنامه‌ریزی کرده بودن. خب اگه تعدادی ایرانی اون جانفشانی ها رو نمی‌کردن، از جونشون نمی‌گذشتن و اون حوادث رو تو خیابون‌های مختلف اروپا به وجود نمی‌آوردن، شما فکر می‌کنید مثلا فرانسه عقب نشینی می‌کرد یا دولت‌های دیگه اروپایی میومدن تذکر میدادن به فرانسه که از این کار دست برداره؟ شک نکنید اگه اون اتفاقات نمیافتاد و به هر حال اون انسان ها وقتی میگیم مبارزه رزمی و بزمی همینه، یه عده میشن تو خونهشون تلویزیون و آروغای سیاسی میزنن، زیادن آدم بیکار و علاف، میگم از خونهش تا سر کوچه ها نیست بره، ولی آدم های اومدن زندگیشون رو علنن نثار کردن که جلوی اتفاق رو بگیرن و گرفتن. امروز زمان جان فشانیه، امروز زمانی است که باید ما، اون موقع جمهوری اسلامی
از تهران با کشورهای مختلف داد و ستد کرد. الان اوردش قشنگ تو قلب اروپا و آمریکا، الان بغل گوش ما. چه تضمینی داره ما هر روز شاهد قتل آدم های مختلف تو اروپا نباشیم؟ میتونن صحنه‌سازی هم بکنن، میتونن مسائل سیاسی برن تو... میگم سیاسی، مسئله جنسی بیارن توش، میتونن مسائل فردی بیارن توش، داستان سرایی کنن، هر کسی که میخوان به راحتی امیدون بردارن. ما همینایی بودیم که 10-15 سال پیش فیلماشو بارها نشون دادیم. وقتی میرفتیم در مجمع اسلامی وامیسادیم، اون برادر سردار رحیم صفوی خونخوار جمهوری اسلامی، برادرش که اونجا مثلا فکر اینجا هم تهرانه، به سلاباشون کشیده بودیم. اینایی که این همه ادعای ناموس و کوفته در میگن، یه خانم این مغنیا رو فرستادن این ور بیاد که مثلا فلان، رفتیم به پلیس گفتیم این به خوش بمب بسته. خانم محجبه مغنیا رو گرفتن سر تا پاش کردن، لنگ و پاشش رو هوا کردن، فیلماش هست، دست تو حمیدش کردن که دنبال بمب بگذرن، خفه خون گرفتن، صداشون در نمیومد. ما باید فضا رو بسته اینا سخت کنیم، نه جایی که اومدیم حریم زندگی ماست. بحث اینه که خب باید در این همه اینهایی که ادعای اتحاد و نمیدونم فلان اینجا بگن، این اتحاد بیام امضاهامون رو یه جا بذاریم زیر هم دیگه، دیگه چیکار دارم من امضای بغلی من کیه، نه که چیکار دارم باز اینجا چیز نشه. آره یه سری اسامی هستن که بودارن. بحث اینه که کسایی که حداقل کارنامه‌شون نشون میده که واسه جمهوری اسلامی مزدوری نکردن و میتونه یه سند محکم باشه تو هر محکمه ای، و به هر حال خود این اسدی یه آزمونه. من احساس خودم میگه که این تر موفق نخواهد شد، دلایلش مشخص. یکی این که به هر حال مقاومت ایران همه الان که من دارم باشون صحبت میکنم، لندنشو من خبر دارم، کشورهای دیگه هم حتما دارن این فعالیت ها میکنن، از دیروز تا حالا، از پریروز حالا تو اینجور که جس گریخته شنیدم، در فکر هماهنگی و آماده کردن وسایل عیاب و ذهاب از کشورهای مختلف به بروکسل هم. این خودش یک نکته مثبت که به هر حال صدها نفر میرن اونجا و مقابل دادگاه بلژیک خواهان لغو این داستان میشن. از اون ور خانم دریا صفایی که امیدوارم پشت پرده تهدیدهای سیاسی و غیرش نکنم، مثل یه جاندارک واسطه و عاده حسیت میکنه، اول از خودش به عنوان یک نماینده پارلمان، بعد به عنوان یک ایرانی پناهنده. دلیل نداره بگه آقا امنیتی من و همسر و بچه هم در خطر. خب اگه نگار چشممونو یه ذره بازتر کنیم، واقعا هیچ خطری تهدیدش نمیکنه، ولی داره به عنوان یه چیز سمبولیک میگه که نشون میده از یه وجدان بیدار برخورداره، با زبان دیپلماسی میگه که آره من تابعیت بلژیکو دارم، من نماینده پارلمان این کشورم، اما من ایرانیم، من منافع ملیم برام مهمه، به همین خاطر میام سینما سپر میکنم و مقابل این قضیه میستم. و امیدوار هستم که این پازل شطرنج تروریست بین‌المللی جمهوری اسلامی در این کارزار شکست کامل بخوره و سرآغازی باشه برای اینکه ما فضا رو پاکسازی کنیم و هر کس به سمت خودش. ما به عنوان یک رسانه هر آن چه که در چنته داریم، هر آن چه که در توانمونه، مثل همیشه کم فروشی نمی کنیم و بدون در نظر گرفتن و چتک انداختن و این مسائل، هم کارمون رو انجام میدیم، هم در فضامون رو در اختیار کسانی میذاریم که تو این مسئله
میتونن موثر واقع بشن. به هر حال این رو به عنوان یک ویژه نامه امروز که دوشنبه است تقدیم حضورتون میکنیم و منتظر فردا میمونیم و ببینیم در بلژیک چه اتفاقی میفته و حتما گزارشی از اونجا خواهیم داشت و در برنامه دیگه نهایتا چهارشنبه یک جمع‌بندی از این جریانات رو با تقدیم حضورتون خواهم کرد.